ششمین روز بهمن ماه برابر با 26 ژانویه سال 1341 خورشیدی برابر با 1963 میلادی، برگزاری رفراندوم برای انقلاب سفید شاه و ملت. پس از اعلام اصول ششگانه شاه و ملت، دولت اسدالله علم تصمیم گرفت تا این اصول را به رفراندوم بگذارد. همزمان با اقدامات دولت جهت برگزاری مراسم رفراندوم، حوزه علمیه قم و سایر روحانیون دست به مخالفت زده و بخش‌هایی از این طرح از جمله حضور زنان در انتخابات و اجاره دادن املاک موقوفه و اصلاحات ارضی را خلاف قانون شرع دانستند. به همین سبب هم دست به اغتشاش زدند و از طریق ایراد سخنرانی و تلگراف و غیره دولت را تحت فشار قرار دادند که در نهایت علارغم تحریم رفراندوم توسط این روحانیون، رفراندوم انجام شد و اصول پیشنهادی با اکثریت آرا انتخاب گردید. سال 1341 خورشیدی برابر با 1963 میلادی، اعلام ملی شدن جنگل‌های ایران. در چارچوب منشور انقلاب سفید، جنگل‌های ایران ملی اعلام شد. جنگل‌های ایران که آن را معادن طلای سبز لقب دادند، به همراه مراتع کشور ملی اعلام شد و به این شکل بود که نزدیک به 120 میلیون هکتار جنگل و مراتع کشور برای بهره برداری ملی در اختیار دولت قرار گرفت و به حسب همین برنامه پهنه‌ای به وسعت 28 هزار هکتار جنگل مصنوعی ایجاد شد و بیش از 5 هزار هکتار فضای سبز دور شهرهای بزرگ و پارک‌های جنگلی بیشماری در مناطق گوناگون کشور به وجود آمد. برنامه‌های گسترده‌ای درباره زنده کردن دوباره منابع جنگلی و حفاظت خاک و مهار کردن شن‌های روان و جلوگیری از پر شدن مخزن‌های سدها، جلوگیری از پیشرفت کویر و واپس راندن آن از راه نهال‌کاری کویری در ایران پیاده شد. سال 1343 خورشیدی برابر با 1965 میلادی، آغاز نخست وزیری امیرعباس هویدا. امیرعباس هویدا که بنا به اقتضای شغل پدر در لبنان رشد و نمو یافت و در مدرسه فرانسوی بیروت تحصیل کرده بود، در اواخر تحصیل در دوره دبیرستان به اروپا رفت و سالها در انگلستان، بلژیک و فرانسه زندگی و تحصیل نمود. او پس از اتمام تحصیلاتش در رشته علوم سیاسی از دانشگاه آزاد بروکسل به ایران بازگشت و با توجه به سوابقش، رشته تحصیلی و تسلط او به زبانهای عربی، فارسی، فرانسه، انگلیسی و آلمانی و آشنایی با دو زبان اروپایی دیگر، در وزارت امور خارجه ایران مشغول به کار شد. هویدا پله‌های ترقی را به سرعت طی کرد و در دولت منصور به وزارت دارایی منصوب شد. پس از ترور حسن علی منصور توسط گروه تروریستی فدایان اسلام، وی توسط محمد رضا شاه پهلوی به عنوان نخست وزیر ایران منصوب شد و 13 سال در این پست فعالیت کرد. اما پس از انقلاب اسلامی در محاکمه‌ای سریع بدون اثبات هیچ یک از اتهامات وارده در زندان اوین، پیش از آن که به طور رسمی تیرباران شود، در مسیر انتقال به ضرب گلوله از پای درآمد.